توی این قسمت میخوام براتون در مورد این بگم اگه چند تا اینترنت داشتیم چجوری تو اوپن دبلیو اونا رو مدیریت کنیم و ازش استفاده کنیم با من همراه باشید خب بریم وارد درسمون بشیم توی این قسمت میخوایم بگیم که اگه چند تا اینترنت داشتیم چی کار کنیم برای اینکه چند تا اینترنت رو مدیریت کنیم این فرمتیه که الان میخوام بگم دیگه یه مدم مودم یه مودم فرضی به وی ام هم بس بود یه مودم دیگه هم به وی ام بس کردم فرضم برای اینه که اون مودم آلپاین هم الان وجود داره کاری که میکنم اینه که اول میرم اینترفیس جدیدم رو اضافه میکنم و بعد میرم یه کاری میکنم که چجوری از این دوتا استفاده کنم اولین مرحله من لاگین کردم اینجا اینجا میام تو نتورک و توی اینترفیس اولین کاری که میکنم یه اینترفیس جدید اضافه میکنم که میگم این DHCP کلاینت ون بی هم هست اسمش و از این اترنت دو استفاده میکنه و کرییت میکنم اینترفیس هم رو و سیو میکنم سیو ان اپلای رو میزنم و اینجا میبینید که میره و آی پی میگیره و اگه نگاه کنید دو تا رنج متفاوتم قاعدتا باید داشته باشه آها فکر کنم که الان اینترنت این رو دستی جایی گفتم که قطع باشه دیتیلز و این لینک رو هم اکتیو میکنم بعد اینجا ببینیم که آی پی گرفت و آی پی رو میبینیم که میگیره بعد از یه چند تا پیغام که میفرسته و میگیره خب الان ما دو تا اینترنت داریم فقط نکته ای که داره این الان به اون زون ون وصل نیست یکی از کارهایی که باید بکنم اینه که این رو بندازم زونش رو توی ون خب الان برای اینکه بفهمیم کدوم یکی از این ماشینامون در حال اجراست میایم تو آلپاین از یک دستوری به نام تریس روت استفاده میکنیم و میزنیم تریس روت google.com دات کنید ببینیم مثلا اینترنت داریم تو این مدل جدید تو این مدل جدید اینترنت الان نداریم یه اتفاقی افتاده که الان به خاطر اینکه دو تا شبکه داریم اینترنت نداریم برای اینکه بریم اینو اول میریم دیباگ میکنیم میریم اول توی دیاگنوز اینجا میزنیم پینگ آی پی وی چهار رو مون رو میبینیم اینجا پینگ داریم پس هر مشکلی هست از سمت چیز تریس روت هم میگیریم ببینیم از کدوم ور میرسیم به اوپن یه کمی این طول میکشه تایموت شد احتمالا زیادی بزرگ شده و خب میایم اینجا اول سسچ میکنیم به روترمون 1268 111. اینجا یس yes میزنیم و پسوردمون هم همون ایه برای اینکه متوجه بشیم میگیم تریس رود کن مثلا اوپن می میبینیم که میره توی 123.1 همین میزان برای ما کافیه یعنی 123.1 یعنی این اینترفیسمون دیگه این اینترفیسمون که 123 نه اون 122 ایه خب یکی یه چیزی که گفتم که بذارید اینم الان یه ذره سیو ان اپلای بزنم یه چیزی سیو نشده داشتیم دوباره بریم توی آلپاین و ببینیم اوضاع از چه قراره الان پینگ گوگل هم اومد اون به خاطر این بود که اونجا رو من سیو و اپلای نزده بودم خب میام اینجا تریس روت میگیرم الان میبینیم که از 123 یک داره اینترنتمون خارج میشه یعنی دومین خطی که اینجا نشون میده نوشته بعد از اوپن نوبل یو تی دات لان نوشته 192 168, 1203, یک. یعنی از مودم یکمون دومون داره خارج میشه حالا چجوری میتونیم اول بیاد بگیریم دستی اینا رو عوض کنیم یه مفهومی بود که توی قسمت قبلا به ششاره کردم به نام گتوی متریک با این گتوی متریک یه عددی باید حتما بهش بدیم وقتی که دوتا داریم و با کم و زیاد کردن این عدده میتونیم اولویت کانکشن هامون رو عوض کنیم یعنی الان من گت متری که ون بی رو دادم 20 و ون ای و دادم 10 و الان که سیو و اپلای بزنم یه تغییرات ایجاد میشه و و تریس رو تگه بگیرم از توی آلپاین میبینم که این دفعه به 122 رفتیم به جای 121 خب پس رفت بر و هر وقت خواستیم با تغییر این دستی این میتونیم یکی رو بندازیم بالاتر یکی رو بندازیم پایینتر اینجا وقتی برای وقتی خوبه که شما بخواید مثلا چند تا این یکیش قطع میشه میخواید بندازید روی یکی دیگه اما یه پکیجی وجود داره توی این سافت ویرای اوپن آرتی به نام اموان سه که توضیحاتش اینجا هست اموان سه سرچ که بکنیم این امکان رو بهمون میده که بین چندین تا ون لود بالانس کنیم یا فیل کنیم حالا در موردش توضیح میدم خب میایم پکیج ام ون سه رو نصب میکنیم اینجا و این قسمت لوسیش رو نصب میکنیم این دیگه قاعدتا همه اون چیزایی که لازم داره رو برای ما نصب میکنه قاعدتا بعد از اینکه این, که این نصب شد باید یه بار لاگین کنیم مجدد مدل این پکیج اینجوریه این احتمالا نصب شده الان سریت بزنیم بله نصب شده ما, ما از لاگین خارج این الان بزنیم ممون میبینیم که این استاید خب میایم تو این تیکه لود بالانسینگ اینجا برای هر اینترفیس ما اتوماتیک خودش اومده برای ورژن 66 و ورژن عادیش دو تا متریک این, این اینترفیس ساخته اینترفیس هم کاری که میکنه اینه که میگیم کدوم آی رو پین کنه به چه مدت با چه فاصله زمانی اینا که بفهمه آیا این زندن یا نه زنده نیست و اینو اتوماتیک برای ما ساخته بعد یه مفهومی داریم به نام ممبر ممبر میاد میگه که ما میایم تعریف میکنیم که مثلا اینترفیس ونمون متریکش چند باشه وزنش چند باشه این یه سری خودش با متریک یک وزن صفر وزن یک متریک یک وزن سه متریک یک وزن دو متریک یک دوباره همینطوری اینو برای ما ساخته متریک دو وزن دو که اینجا میبینید عددام سه و دو یک و دو هن هم اینا رو برامون ساخته نکته اینه که تو متریک مساوی یعنی مثلا ون متریک یک تفاوت با, نسبت سه به دو این اطلاعات بین این دوتا ون تقسیم میشه و وقتی که مثلا ون متریکا فرق کنه یعنی ام یک باشه و ام 2 خب اول میره رو M1 بعد میره روی M2 و حالا یه مفهومی تعریف کرده به نام پالیسی پالیسی کاری که میکنه اینه که میاد میگه که از کدوم متر ممبر را استفاده کن و اگه اینا نبودن چی کار کن خب یعنی این الان میاد میگه این پالیسیه میگه از ورژن 4 استفاده کن و از ورژن 6 ون یکمون استفاده کن و اگه اینجوری نبود دراپ کن از اون طرف میگه ون بی میگه که اول از ورژن یک استفاده متریک یک ورژن دو متریک یک ورژن دو ون بی هر دو استفاده کن تو مود بالانس چی میگه؟ تو مود بالانس میگه از همه حالت همه حالت متریک یک اینا با وزن سه و وزن دو استفاده کن یعنی میاد رو همشون انگار تقسیم میکنه و دوباره همین دیگه اینجا میگه اول از ون ای استفاده کن بعد ون بی دقت کنید ون ای یا متریکشون یکه ون بیا متریکشون دوه اینجا میگه اول از ون بی استفاده کن بعد ون ای که اینجا هم دوباره اول از متریک یک ون بی استفاده کرده و متریک دوه ون ای و یه مفهومی هم داره به نام رول اصل ماجرا اینجا اتفاق میفته اینجا میگیم که آقا مثلا هر چیزی که HTTPS بود رو بفرست کجا؟ بفرست رو ون بی رو بالانس یعنی رو این یا اون یا همه اون چیزهایی که ورژن چاری اند رو کجا بفرست؟ بفرست رو مثلا ون ای اونلی یعنی اصل ماجرا داره اینجا اتفاق میفته اینج این هم کاری که میکنه اینه که عملا داره پالیسی بیس روتینگ میکنه یعنی میاد میگه که اگه این با این قانونه مپ شد بفرستش حالا روی چیز روی ون ای یا ون بی و نکته بعدی اینه که نوتیفیکیشن بهمون میگه که آقا یه اتفاقاتی بیفته که اینم خیلی برای ما الان مهم نیست ما الان همش رو میذاریم روی بالانس فعلا کاری که این برامون میکنه اینه که برامون بین این دوتا لود بالانسینگ میکنه و اینجا عملا بهمون نشون میده که آقا الان مثلا ون آنلاینه و ون بی دیزیبلده الان باید بریم ببینیم چرا ون بی به نظرش دیزیبلده شاید چون میبینید ون بی رو تشخیص داده که داونه چرا ون بی دیزیبلده interface when b is down or in the tracking. بذارید بریم ببینیم تو لود بالانسینگ چرا میگه؟ تو ون بی ون بی اینجا ما چیزی به اسم دیزیبل داریم؟ نه. آها این به خاطر احتمالاً متریکیه که اونجا دادیم. باید متریکشون رو هم احتمالاً اندازه هم بدیم. بذارید اینو بکنیم ده سیو و این خودش اتوماتیک میفهمه و میره اون مقادیر مربوط به لود بالانسینگ رو چیز میکنه آپدیت میکنه هنوز این تغییرات اعمال نشده هنوز نفهمیده کاری که باید بکنیم اینه که بیایم بگیم رو ون بی شما پین کن دیفالت گتویت رو ببینیم میش میتونه پین کنه یا نه تونست پین کنه بیایم چک کنیم ترکینگ آی پی رو ببینیم رو ون بی میتونه ترکینگ آی پی رو چک کنه یا نه به نظر میرسه اینجا یه گیری داریم چون این خیلی طول کشید نه اینجا هم گیری نداریم پس باید الان فهمیده باشه که این آپه یعنی که ما اونجا در فاز لود بالانسینگ یه چیزی رو دیزیبل کرده باشیم اینجا هم که همه اوکی اینجام اینجا هم که به نظر اوکی یعن. اینجا هم که به نظر اوکیه نوتیفیکیشن هم که اوکیه گلوبالمون هم که اوکیه بریم باز ببینیم مسئله از چه قراره آها اینجا اینیبلش نکرده بودیم میگم خدایا چرا اینجوری شده این رو باید اینیبل کنیم حالا اینیبل که کنیم بیایم تو لود بالانسینگ میبینیم که هر دوتا الان آنلاینن و مثلا الان میتونیم خیلی راحت بگیم که آقا جان تو رولامون بیایم بگیم شما همه رو بفرست روی ون ای اونلی ون ای بد ون الان اتفاقی که میافته الان باید بتونیم تریس روت که میگیریم از توی آلپاین اول بره تو 122 بعد بره تو بعد اگه 122 نبود بره چیز خب الان میبینیم که میره رو, رو تو 122 کاری که میکنیم اینه که من میام از توی ماشین مجازیم از توی اینجا اون نیکی که مربوط به 122 ای رو دیزیبل میکنم اپلای میکنم این الان باعث میشه که اون لنه از بین بره انگار که کابلش رو کشیدیم بعد میام تو لود بالانسینگ میبینیم که آفلاینه ما گفته بودیم که ون ای بعد ون بی بشه دیگه خب الان میریم نگاه میکنیم باید بره روی 123 و عملا میبینید اتوماتیک انگار فیلوور کرد روی اون یکی و باز حالا میایم مثلا یه مدل دیگه ای چک میکنیم حتی اینجا میتونه این روله بالانسمون بالانس هم بالانسم باشه یعنی چی یعنی اینجا بیاد رو بالانسمون باشه ولی یکیش غیر فعال باشه عملا تریس روته رفت رو مثلا 123 میبینید رو 123 بود بعد الان برم دوباره اون ماشین مجازی لینکش رو بزنم و احتمالا باید بعدیه از روی 100 این باز از 123 است فعلا احتمالا انداخته ما رو روی 123 تا اینکه اونجا بفهمه این آب شده آره الان فهمیده این آپه و اولی الان به یه دلیلی ما رو میندازه این و این وقتی که چند تا اینترنت داشته باشیم این مدلی بهمون کمک میکنه یه نکته ای که اینجا بگم تو رولای این که به نظرم خیلی نکته مهمیه اینه که اگه به شر... شرکت شما به شما یه چیزی میده که از طریق یه اینترفیس خاصی میخواید برسید به اون میتونید دقیقا با همین مدل پالیسی بیس روتینگ بیاید بگید که آقا جان شرکت همه دستینیشن آی پی آی, پی آی پی آی چیز باشه آی, آی اون مثلا شرکت باشه و این بره حالا از توی پالیسی که اینجا مثل ونونلی مثلا ونونلیه و از تو اون بره یا مثلا من خودم تو خونه هم ADSL دارم هم وای فای پی تو پی دارم و ADSL هم ارزون تره یه سری از روتینگ یه سری از دیوایس ها رو انداختم رو ADSL مثلا می باکس که قراره فقط مثلا باش فیلمو ببینیم اینو انداختم اونجا که وای فای گرونتره ولی سریعتره کاریام نه کاریام سیستم هایی که باشون کار میکنم مثلا رو اون اینترنت بهترن همین این قسمت ما هم تموم شد منتظر قسمت بعدیمون باشید حتما به من فیدبک بدید خیلی ممنون خداحافظ شما